همونطور که میدونید بارش های نوروزی خیلی ها رو امیدوار کرد، اما این امیدواری در برخی از استان ها با ناامیدی همراه بوده. ممکنه بپرسید چرا اهالی چهارمحال و بختیاری بایستی نگران باشند؟ به خاطر کمبود برفی که بر روی کوه ها هست، بسیاری از چشمه ها در اواخر بهار و خود تابستان خشک خواهند بود. همچنین برخی از رودخانه هایی که به کارون و دیگر رودهای بزرگ کشور می‌ریزند در تابستان می‌خشکند. توجه بایستی بکنیم که با تغییر شرایط اقلیمی نوع زندگی و برخورد ما هم با شرایط بایستی تغییر بکنه. همین الان در استان اصفهان بحث‌های زیادی مطرح است. وضعیت زاینده رود باعث نگرانی بسیاری از کشاورزان مناطق مختلف استان اصفهان به خصوص منطقه برزنه شده. چند روز پیش شبکه بی بی سی فیلمی رو تهیه کرده بود درباره وضعیتی که الان در اصفهان اتفاق افتاده و باعث نگرانی کشاورزان منطقه شرق اصفهان شده. ببینید من همه آقا که اون داری شسته بوگون این که فایده ندارید که میان این رو هم چی بکنه راهواریم و دردیم و کشاورزاره نمیدونیم. حق من این بودست که یکی از ارگانهای فیجه با چوب بتون بزنن تو سر من. حق مردم مستضعف رو اینطور میدم. صحراهای قسمت غربی شهر برزنه پخش این فیلم. برخی از فعالان زیستمحیطی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به یک طرفه بودن اون اعتراض کردند. ما در آبانگان با این دوستان گفتگو کردیم. البته میدونید که به دلیل مسائل مختلف امکان پخش گفتگوی مستقیم وجود نداره، اما نقدشون رو تقدیمتون میکنیم. یکی از مسائلی که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن این که عواملی که باعث از بین رفتن پرآبی زاینده رود شده فقط این نیست که در چهارمحال و بختیاری برخی ممکنه از سرمنشأ اون آبی برداشت کنن. نه، بعد از سد زاینده رود اتفاقهایی میفته. متاسفانه کاشت برنج در نقاط مختلف حاشیه زاینده رود قبل از اینکه به شهر اصفهان برسه باعث میشه بخش عمده ای از آب این رودخانه غیب بشه. امدادهای غیبی در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارن، اما این نوع امدادها باعث میشن که بسیاری از کشاورزان مناطق شرق اصفهان محروم بشن از آبی که انتظار داشتن بهشون برسه. همچنین تالاب گاوخونی که بایستی آبی بهش برسه تا محیط زیست اون منطقه رو عملا ببینیم وجود خارجی داره، میبینیم که در اکثر موارد خشک هست. در اکثر مواقع به جز مواقع بارندگی خشکیده. چرا؟ چون آبی بهش نمیرسه، حقابش نمیرسه. برای اینکه واقعیت‌ها درباره گاوخونی، درباره زاینده رود و مسائل مختلف اون منطقه رو بهتر بشناسیم، بایستی به سرمنشأ مسئله فکر بکنیم.
سیاست‌های بد جمهوری اسلامی در ارتباط با مدیریت منابع آب زاینده رود. از طرف دیگر برای رفع مشکل به جای اینکه برخورد بکنن با مجموعه هایی که دارن آب زاینده رود رو میدوزدن، میان از آب کارون میدوزدن که مثلا آبی رو به زاینده رود برسونن. از سوی دیگر میبینیم که کشاورزان میان با فعالیت های اعتراضی خودشون مانع انتقال آب زاینده رود و آب از استان اصفهان به یزد میشن. اینا حقشون رو میخوان، اما مهمترین حقی که شهروندان دارن دانستن واقعیت هاست. مجموعه‌ای که واقعیت ها رو از مردم باز داشته و مانع رسیدن واقعیت ها به مردم شده بایستی پاسخ خوب باشه. بایستی در هنگام تهیه گزارش درباره مسئله آب و مسئله به این حساسی به جوانب مختلف بپردازه. قرار نیست ما اهالی یک استان رو راضی نگه داریم یا اهالی یک استان رو برنجونیم، نه، قرار هست واقعیت گفته بشه. واقعیت در مورد زاینده رود این هست که مدیریت جامع منابع آب بدون توجه به شرایط تغییر اقلیمی باعث افزایش مسائل مختلف شده. اخیراً مقاله‌ای به وسیله چند کارشناس ایرانی در ارتباط با آثار تغییرات اقلیمی بر روی حوزه زاینده رود نوشته شده. نتیجه گیری این مقاله بسیار نگران کننده است. به عبارت دیگر، در طی سالیان آینده با افزایش تدریجی گرما میزان ذخایر برفی کاهش پیدا می‌کنه و با کاهش میزان ذخایر برفی آبی که بایستی به زاینده رود برسه نخواهد رسید. آبی که بسیاری از کشاورزان منتظرن بهشون برسه بهشون نخواهد رسید. حالا آیا ما میخواییم بدون تغییر نوع کشاورزی، بدون تغییر نوع آبیاری، بدون تغییر در نوع مصرف آب انتظار داشته باشیم شرایط کاملا یکسان میمونه؟ نه. فرض بکنیم انتظار داشته باشیم همه چیز سر جای خودش باقی میمونه. نبایستی متناسب با دانسته های روز شرایط رو خودمون تغییر بدیم؟ وقتی بدونیم با میزان آب کمتری میشه کشاورزی بهتری کرد، میشه محصولات دیگری کاشت. برای بهتر شدن وضعیت ایران نبایستی چشممون به بالا دست باشه. بایستی خودمون فکر بکنیم، خودمون بیاندیشیم و به داد سرزمین خودمون برسیم. کشاورزان مناطق مختلف استان اصفهان مسئول هستند. گرچه قربانی سیستم مدیریت منابع آب شدند، اما بایستی بیشتر وارد مسئله بشن، بیشتر مشارکت بکنن و آب کمتری رو استفاده کنن. و مهمتر از همه، مانع کشت برنج و محصولات پر آب در بالا دست شهر اصفهان بشن. 11/6/1394 زرین شهر، فاصله 50 کیلومتری اصفهان در کنار زاینده رود. زاینده رودیه که میگن خشک است و به وسیله این کانال ها، هر کدوم از این کانال ها یکی از مناطق کشاورزی رو داره تغذیه میکنه. اینها همینطور کانال از اینجا منشعب میشه به نحوی که قبل از اینکه به شهر اصفهان برسه کلن خشک میشه. این آبی که از کارون منتقل میکنن میگن برای شرب استان اصفهان، ولی همش صرف این مزارع برنجکاری میشه که شما دیدید. امروز 11/6/1394 است، زمانی که در تمام خوزستان تقریبا کشت برنج ممنوع است و در بسیاری از مناطق کشاورزان هیچ آبی برای هیچ نوع کشاورزی ندارن. این زاینده رودی که تقریبا چیزی مثل کارون یا بیشتر از کارون آب توش جریان داره. اینجا زرین شهر، پارک ساحلی زرین شهر است.